چرا خیلی ها تصور میکنن که من آدم بی احساسیم. توی بیوت یه اکسو زدی، اون آدمی که همش بخنده و نمیدونم شاد باشه و اینا، ننیستم. دامن میپوشیدم رو سرم، مثل اونا سرم میکردم، میرفتم ادای مثلا خانم عبدالرزاقی رو در میوردم. با قهوه تلخ کلن علاقه مند شدی به سینما و تصویر. دوست دارم یه ذره با جزئیات بیشتری برامون بگی بازی کدوم بازیگر، چی شد که این جاذبه سینما تو رو کشید به سمت خودش و علاقه من شدی؟ یادم قهوه تلخ که پخش میشه من حدودم 10-11 سالم بود. حالا یه پرانتز بگم، سن تو درست تو فضای مجازی زدن که متولد 77 هستی؟ نه، متولد 79 هم من. آها، یعنی 2 سالم باز کوچیک‌تر است. 23 سال. بله بودم. من سر تموم کردم. بله. سلامت باشین. خب من اون موقع 10-11 سالم بود که این کار پخش. جاذبه بصری اولش داشت برای من، چون خیلی مثلا سریال حالا قدیمی رنگولا و نمیدونم لباسای رنگی رنگی و حالا اون فضای کمدی، و یهو به خودم اومدم وای من علاقه من شدم به سینما. یعنی واقعا خیلی یهویی بود، یهو اومد تو ذهنم خب من میخوام بازیگر بشم. کدوم بازیگر بود که براتون ویژه تر بود تو سریال قهوه تلخ؟ خانم عبدالرزاقی، الیکا عبدالرزاقی. اگزاجره بود نقشش. آره دقیقاً. آره. اون خیلی مثلا تو چشمم بود و اونو خیلی دوست داشتم و همیشه یادم، خب بچه بودم دیگه، اون موقع دامن میپوشیدم رو سرم، مثلا اونا سرم میکردم، میرفتم ادای مثلا خانم عبدالرزاقی رو در میبردم. یک روز زیبای بهاری بود، من در کنار دریاچه کاخ پدری ما نشسته بودم و در آب به عکس زیبای خود نگاه میکردم. از ولوله ماهی های طلایی در آب دریافتم که اتفاقی در راه است. یه یواش 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 شروع شد و تا شانس بزرگی مثل سعید آقاخانی. بله واقعا شانس بزرگی نصیبت بله. شد و وارد این حرفه شدی به صورت جدی. توی بیوت یه اکسو زدی. بله. این اکسو چیه؟ بعد پایینش هم یه چیز کره‌ای بود انگار. اون اسم خودمه. آها، به زبان کره ای اسم خودم. تو خیلی کره ای دوست داری دیگه، اصلا بحث دیگه، تو بیوت هم زدی. این چیه این کلمه اکسو؟ اکسو یک گروه خواننده حالا چینی کره ای بودن که از اول چینی کره ای بودن، ولی خب الان بودن بیشترشون کره ای هاشون موندن و خب من کاراشون رو گوش میدم، کارهای خوبی هستش و لذت میبرم از کاراشون. اصلا اکسو فنی انگار. به فنای اکسو میگن اکسوئل. من اکسوئلم. اکسوئل. آقا ببخشید، همون اکسوئل. چه ذهنیت غلطی نسبت به صحبا شرافتی وجود داره که اینجا میخواییم بگید که بابا جان اینطور نیست؟ نمیدونم چرا خیلی ها تصور میکنن که من آدم بی احساسیم. نمیدونم چرا احساس میکنن خیلی آدم بی احساس و خیلی سختیم، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی اگه کسی بتونه واقعا من رو بشناسه، یعنی صحبای واقعی رو بشناسه، متوجه میشه که واقعا همچین چیزی نیستش واقعا در درون من. من خیلی هم آدم احساساتی هم، اشکم دمم اشکمه و تقریبا تو که بخوره گریم میگیره. چی باعث میشه که تحت تاثیر قرار بگیرین معمولا؟ من معمولا مثلا بیرون هم که میرم خیلی کم پیش میاد مثلا برم یه رستورانی بشینم غذا بخورم یا مثلا یه بستنی بخرم بیرون بخورم، چون در اون لحظه اصلا نمیدونم چرا، چند بارم این اتفاق افتاده، همون لحظه که مثلا من خوراکیه رو مثلا دستم میخوام بخورم یا میخوام ازش لذت ببرم، دقیقا همون لحظه یک نفر فقیرترین آدم روی زمین از کنار من رد میشه و من هر مثلا برای اون طرف هم من قطعا میگیرم اون چیزی که دست خودم ازش میگیرم، مثلا میبرمش هر چی دوست داری بخور، ولی دیگه از گلوام پایین نمیره. اذیت میشه. خیلی اذیت میشم. خیلی این مثلا اون فقره خیلی منو اذیت میکنه. چه جوریه صاحب شرافتی تو خلوتش، تو تنهاییش، مثلا نگرشش به زندگی، آدم شادی هست نیست؟ آدم غمگینی هم نیستم که همش مثلا بخوام ناله کنم آی فلان چیز چرا اینجوری شد. دوست دارم که مثلا وجهای مثبت بالا زندگی رو هم در نظر بگیرم، ولی اون آدمی که همش بخنده و نمیدونم شاد باشه و اینا ننیستم. بازیگر ایرانی که ازش تأثیر میگیرید خانوم طناز طباطبایی هست. بله درسته؟ بله. یه جایی میخوندم که علت این تأثیر گرفتن از سرکار خانوم طباطبایی چیه؟
من خیلی بچه بودم که فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند و از ایشون دیدم. خانم تحمین میلانی. بله، ساخته خانم میلانی عزیز. شاله که هر جا اصلا سلامت باشن. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. حالا علاوه بر داستان خوبی که داشت فیلم، نوع بازی خانم طباطبایی رو من خیلی دوست داشتم. یعنی من با اینکه مثلا سنم کم بود، ولی اون دردی که از چشمهاشون واقعا پخش میشد و میتونستی خیلی درکش میکردم، نمیدونم چرا، ولی خیلی درک میکردم اون درد رو. از اونجا شد که علاقه من شد. بعد من از کی دفاع کنم؟ از هیچ جسد؟ من کشته شدم. مواجهی هم با همدیگه داشتید؟ هم نه، متاسفانه تا حالا همکاری نداشتیم. خیلی از دور دوستشون دارید؟ بله، از دور نوع بازیشون رو خواهید. و از آقایون چی؟ از آقایون من نه اینکه مثلا بگین حالا چون با ایشون کار کردم یا حالا هر چیز دیگه ای، ولی من نوع بازی آقای آقاخانی رو خیلی میپسندم و واقعا الگوی من هستن توی نوع بازی.